خب با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز چهارشنبه است، 26 ماه ژوئن سال 2019 میلادی و برابر است با 5 تیر ماه 1398. ما با وجودی که روز دوشنبه گفته بودیم که ممکنه چند مدتی چند روزی با شماها نباشیم، بعدم اگه خواستیم باشیم چند دقیقه هر روز یا یک روز در میون بیاییم و با شما چند کلمه صحبت کنیم، ولی دیروز فهمیدیم که ای داد بیداد، مثل اینکه ما به شما معتاد شدیم و برای ترک کردن این برنامه و برنامه گذاشتن باید بریم بیمارستان بخوابیم، ترک اعتیاد کنیم. بهترین راه ترک اعتیاد اینه که میگن یواش یواش اون موادی رو که مصرف میکنی کم کن، یا اون چیزی رو که بهش عادت کردی ازش دل بکن. و ما هم حالا تلاش خودمون رو میکنیم تا از شماها دل بکنیم و به جای اینکه نزدیک باشیم و هر روز با هم دشمن و مخالف و تو سر هم بزنیم، شاید با دور شدن بشه دوری و دوستی. اولا تشکر میکنم از اون بانوی عزیزی که از کانادا نامه مفصلی نوشته بودن درباره چگوارا و درباره انقلاب ایران و درباره فیدل کاسترو، درباره چرا ما ایرانی ها آزادی رو بلد نیستیم و چه باید کرد. متشکرم. و یه پیامی هم ایشون گذاشته بود در همین رابطه که برمیگشت به اون سرود شاهنشاهی و ایشون میگفت با وجودی که 40 سال هست از ایران دور هستند، هنوزم در کانادا وقتی سینما میرن هنوز فکر میکنن که الان سرود شاهنشاهی زده میشه و ایشون باید بلند شه بدون هیچ دلیلی ادای احترام کنه به فیلم. و من فکر میکنم اون را هم خود شاه نخواسته بوده. چیزی که هست متاسفانه در ایران این حکومت چاپلوسی و یعنی سیستم چاپلوسی و حکومت دیکتاتوری و بادمجون دور قابچین دست در دست هم دادن، هم در زمان شاه ما رو بیچاره کردن، هم در زمان شیخ. شما ببین این خمینی که آمد مثل یک طلبه صحبت میکرد و اینها یه دفعه چجوری قدرت رو از این و اون گرفت و حتی به بنی صدر درباره حجاب و این چیزا بنی صدر بهش گفت آقا شما تو فرانسه گفتید حجاب اینجوری نیست، گفت خب اونجا من قدرت نداشتم، الان که قدرت تو دارم و اگر حجاب اجرا نکنم برای اینها فردا در اون دنیا باید مؤاخذه بشم و جوابگو باشم. آقای بنی صدر بهش توضیح داده آقا هیچ جای قرآن همچین چیزی نیست که شما مؤاخذه میشید برای عملکرد دیگران. و خلاصه دیگه این شد که زور بنی صدر نرسید و بنی صدر فراری، حکومت آخوندی جاری. و اما ما میخواییم با این برنامه های جدید به اصطلاح فصل تابستون هم شما خسته نشید، هم خودمون کمتر اینجا وقت بذاریم و بریم به کار و زندگیمون برسیم. و اینکه اولین تصمیمش اینه که باید با دوستانی که از طریق فیسبوک میان بگیم که دیگه اون برنامه‌ای که مثل تلفن مکالمه زنده شما بنویس و من جواب بدم و جهت برنامه عوض بشه، اون رو سعی میکنیم انجام ندیم و برنامه رو طبق این کاغذی که داریم میام. اولا یه قسمت رو میذاریم به نام آیا میدانید. حالا این آیا میدانید ممکنه یک به اصطلاح اطلاع یک چیز اطلاعات فنی باشه، اطلاعات هنری باشه، آگهی های چه میدونم درمانی باشه و الی آخر. من روز داشتم با این تلفنم کار میکردم، دنبال جنوب و شمال میگشتم که ببینم، یه جایی رفته بودم که آفتاب درست بالای سرم بود و میخواستم ببینم که حالا غروب، مغرب، وست، غرب کجاست و برم به اصطلاح اونجا ماشین رو پارک کنم. و وقتی که این آیفون من دارم، آیفون جدیدی هم نیست، فکر کنم آیفون 7 باشه، وقتی اینو درآوردم قطب‌نماش رو استفاده کردم، بعد که خواستم ببندمش تصادفی دیدید ما همه ایرانی ها تصادفاً برنامه یه نفر رو نگاه میکنیم، تصادفی صفحه دوم
این قطنما باز شد. صفحه دوم قطنما دوستان شما میتونید به عنوان، فکر کنم تو ایران یکیشو میگفتیم تراز، یکیشو میگفتیم شاغول. شاغول اون بود که از بالا به پایین برای یه چیزی عمودی باشه و اینها استفاده میکردن، تراز یه چیزی افقی صاف باشه. مثلا شما یه سطح میزی اگه میخواین تا تراز باشه، لول باشه یا تراز باشه، اینو حتی با یه ظرف آب، با یه لیوان آب هم میشه امتحان کنید، که اون وقتا یه چیزی بود میذاشتن، یه قطره، یعنی یک حباب هوا بود در یک لوله سبز رنگی و الی آخر. در اصل این کار رو الان تلفن انجام میده. من از شما دوستان سوال میکنم، آیا هیچ وقت از خودتون پرسیدین این تلفنایی که الان تو جیب ما هست کار چند تا وسیله رو یک جا انجام میده؟ یعنی یه روز فکرش بکنید این تلفن نباشه، یه دوربین عکاسی ببرید، یه دوربین فیلمبرداری ببرید، یه چراغ قوه ببرید و یه تلفن باهاتون ببرین، یه قطنما ببرید، یه شاغول ببرید، یه تراز ببرید، دیگه چیا داره؟ اون یه دستگاه ضبط صوت، ضبط صدا داره، با خودتون ببرین. حالا اون سیستم‌های کامپیوتر و کارهای بانکی و اینا رو که انجام میدید بماند، هیچ اشکالی نداره. ولی من تا امروز نتونستم بفهمم این کار چند تا دستگاه رو انجام میده و هر روزم یه دستگاه جدیدتر بهش اضافه میشه. در صورت ما این آیا میدانید امروز رو براتون، ماجرای آیفون که صفحه دوم اون قسمتی که قطنما هست، به اصطلاح تراز و اون یکی دیگه شاغول هست، اینو امتحان کنید. به نظر من خوبه، یه جایی کار دارید دیگه دنبال نمیدونم اون وسایل نمیخواد بریم بگردین و میتونید بفهمید حتی گرید یا زاویه یه جاده‌ای چقدر، ماشینتون چقدر کجه، همه اینا رو میتونید امتحان کنید. به نظر من بعض وقتا هم که بیکار هستید میتونید به عنوان بازیچه از این تلفن استفاده کنید، که یکی از بزرگترین استفاده های همین تلفن اون گیم های هست که بچه ها و بزرگ سالان استفاده میکنن و اعتیاد آورم هست. خب آقای آریانپور، این معلم خوب ما، چیزهای خیلی قشنگی می نویسند. دیروز یک نوشته ای رو فرستاده بودم به همراه یک ویدیویی، من اون ویدیو رو براتون نشون میدم. و من که گفتم اون وقتا دیده بودید، می گفتن که مثلا خاک این بر سر اونها، واقعا خاک این خانم آمریکایی بر سر افرادی که نشستن. راستی چرا اون وقتا ناخوناشونو میزدن به هم که دعوا بشه، ناخوناشونو به هم میزنن که بین ایران و آمریکا دعوا بشه، و ترامپ هم احمقانه هر روز داره میگه من ایرانو نابود میکنم و نمیگه دولت ایران یا حکومت آخونده رو ساقط میکنم. در هر صورت یه ویدیوی هست، اجازه بدین برنامه رو، چون گفتم این برنامه ها 30 دقیقه ماکسیموم میشه، یعنی امکان نداره من از 30 دقیقه بذارم برنامه ها زیادتر بشه، اینو بهتون نشون بدم که اسمش هست Peace for Iran. Peace یعنی صلح، for Iran هم که یعنی برای ایران، Peace برای ایران یا صلح برای ایران. این ویدیو رو من بیارم اینجا آماده کنم و تصویر شما رو هم بذارم روی این. این آقایی که دیدید حتما این ور اون ور میرن و آقای حمزه پور و دیگران دستمال یزدی دستشون همراه این آقا را میفتن این ور اون ور، و این در یک جلسه بوده داشته صحبت میکرده. یکی از چیزهایی که تو آمریکا رسم هست این هست که طرف میره تو جلسه میشینه، بعد یه دفعه مثلا کاپشنشو که در میاره، پیراهن زیرش یا تیشرتش یه چیزی نوشته یا یه چیزایی رو از جیبشون در میارن میگیرن دستشون به عنوان اعتراض اینها. حالا بیان خودتون ببینید. این آقا سخنرانی کرده، بعدم اینجا میگه متشکرم، میخواد بره بشینه. بذارید من تمام زیرنویس و اینها رو براتون بیارم، چون الان متوجه شدم که این کلمه متشکرم یا متشکرم آقای روحانی پیدا نبود. خب بریم با هم ببینیم و بشنویم، بعد از این ببینید من و شما از خودمون خجالت میکشیم یا میگیم که این زنی که کار بی خودی کرده. من که از خودم خجالت کشیدم. بفرمایید. The
world community wants to keep the Iran nuclear deal. Our allies are the Germans, the French, the British. They want to keep in this deal. The world community wants to keep the deal. Let's talk about normal countries. Let's talk about Saudi Arabia. Is that who our allies are? Listen, they are the biggest threat to the world community. And let's talk. You're hurting me. You're actually hurting me. I want to ask. Do you think these sanctions are hurting the regime, or are they hurting the Iranian people? They're hurting the Iranian people. You are making a case for war with Iran. How did the war with Iraq turn out? You're doing exactly the same thing we did in the case of Iraq. We don't want another war in the Middle East. Let's you want to go outside and give speech? How does Iraq turn out? How did Libya turn out? We have the people of Syria suffering. And how dare you bring up the issue of Yemen? It's the Saudi bombing that is killing most people in Yemen. So let's get real. No more war. Peace with Iran. I think she had her coffee this morning. Trump? Wait, you خب اون خانمه به این قشنگی و خوبی و ردیف صحبتاشو کرد که من و شما حتی از رو کاغذ هم اگه میخواستیم بخونیم نمیتونستیم اینجوری بگیم این همه مطلب رو در این زمان کوتاه. و این احمق میگه که من امیدوار بود ای کاش که این خانم صبح کافی قهوه نخورده بود، یعنی این هایپر شده. و درباره یمن گفت، درباره عربستان سعودی گفت، گفت که اون کشورهای دیگه این برجامو قبول دارن و شماها باعث جنگ میشین. اگر میخواین راجع به حقوق بشر صحبت کنیم، بیان حقوق بشر عربستان سعودی اینها رو زیر سوال ببرید. و اگر شما میخواین تحریم کنید، تحریم های شما مردم معمولی ایران رو داره آزار و اذیت میرسونه. و حالا ببینیم این سری جدیدی که ترامپ و اطرافیانش انقدر بی سواد هستن، حتی خمینی رو که مرده سالها اسم اون رو هم در لیست به اصطلاح تحریم های جدید گذاشتن. و دیدیم افرادی مثل فخرآور دیوانه و اینها هم خوشحال که خامنه ای میلیاردها دلار پول داره، حالا پولاشو میگیرن. گفتم خب بیچاره، اگر تو اینها رو باور داری، اگر اینها میدونستن که خامنه ای اینقدر پول داره و سالها هم تحریم بود، چرا تا امروز نرفتن دنبالش؟ پس نشون میده تا امروز دروغ میگفتن. اگر 40 سال تا امروز بهت دروغ گفتن، اینا چوپان دروغگو هستن. از کجا من و شما میتونیم از فردا یا از امروز به اینها اطمینان کنیم؟ در صورت ممنون و متشکرم دوستان. همونجور که گفتم در برنامه، نوشته های فیسبوک رو خود شما دوستان با هم دیگه بنویسید یا جواب بدید و ما برنامه رو به صورت برنامه خبری و اطلاعاتی رادیو تلویزیونی پیش میبریم و سعی میکنیم برنامه هم 30 دقیقه بیشتر نباشه. خب ویدیوی خانمی که به جنگ ایران و آمریکا اعتراض میکند، با تشکر از آقای آریان پور. و اجازه بدید من تشکر کنم از دوستی که ما اون روز هم به شوخی هم به جدی گفتیم اگر کسی خواست در این ایام تابستون، در این 80 روز سفر ما به دور دنیا، این اسم یه فیلمی بود Around the World in 80 Days، فکر کنم یه کتاب بود اگه اشتباه نکنم جولور نوشته، نمیدونم جولور میگن چی میگن. در هر صورت یه دوستی از کانادا لطف کرد، زنگ زد و چون ما قبلا همیشون حمایت کرده بود و کردیت کارتش اینجا مشخصاتش داشتیم، گفت که 50 دلار بگیر و به اصطلاح آبجو هم به یاد ما بنوش. ما گفتیم چشم، می نوشیم به سلامتی شما. و امروز هم صبح، اول صبح که این کار رو انجام دادم، براشون نوشتم که کارت شما رو سیستم قبول نمی کنه. بعد فهمیدم اشتباه از من بوده که تاریخ اعتبار این کارت رو به جای مثلا 11/2023 می نوشتم ژانویه یا 01 یا 01 1 می نوشتم 1/2023. بعضی وقتا باید قبل از این که فوری به دیگران به اصطلاح شکایت کنیم که یک کارتون اشکال داره، از خودمون و کار خودمون ایراد بگیریم. و اما
یه خبری رو من خوندم، نمیدونم شما دیدید یا نه، اعدام مخفیانه یک سردار سپاه. اولا عجب مخفیانه ای بوده که من راجبش خوندم، مخفیانه تر این که من الان دارم به شما میگم و الی آخر. بعد اسم این آقا گویا عیسی شریفی بوده، بعد این معروف بوده به جعبه سیاه شهرداری. میدونید که جعبه سیاه رو معمولا توی هواپیماها و توی کشتی‌های بزرگ استفاده میکنن، چون همه چیز رو ضبط میکنه که اگر اشکالی پیش بیاد بعدن بتونن اینها به این جعبه سیاه مراجعه کنن و پیدا کنن. دوستان بذارید من یه چیزی همین الان تا یادم هست به شماها بگم که اگر دوست داشتید این کار رو اگر انجام بدید، وقتی ما برنامه‌های زنده داریم فیسبوک به شما خبر میده و میتونید بیاین اینجا. من الان صفحه فیسبوک مردم تیوی رو اینجا به شما نشون میدم و بهتون میگم این اسمش هم هست فالو یا دنبال کردن. دلیلش هم اینه که هم توییتر هم به اصطلاح فیسبوک اینا این اسامی رو که گذاشتن ازش استفاده میکنن، دیگه یه چیز عادی شده برای همه دنیا. شما وقتی بیاین روی صفحه فیسبوک مردم تیوی، میبینید اینجا این بالا نوشته مردم تیوی، وقتی میان اینجا مردم تیوی، زیر این عکس که به این میگن کاور پیج، عکسی که من امروز نوشتم چند دقیقه با سربی برنامه جدید از تلویزیون مردم قرمزم هست، سه تا چیز هست. یکیش این لایکی که دیگه خیلی معروف، همون بلاغ خودمونه ولی بلاغ موفقیت خواهان موفقیته، و یکی بغلیش ببینید نوشته فالو یا دنبال کنید. الان من اینو که کلیک میکنم بعد مینویسه دنبال شد، ببینید فالوینگ یا دنبال میکنیم یه همین چیزی. بعد این هر وقت برنامه سربی باشه یا به اصطلاح سربی یه چیزی اینجا بنویسه برای شما هم میاد. من اینو برای خودم الان انفالو کردم که به اصطلاح هر چی خودم میذارم برای خودم ننویسه. احتمالا شما هم این مشکل دارید با فیسبوک، مثلا یک آقای دوست شما، آقای دوست به شما یه پیام میفرسته، مینویسه یه پیام داری، شما میری به اون جواب میدی، بعد برای شما یه پیام میذاره، تو اون پیامه مینویسه شما به این دوستتون جواب دادین، انگار که ما آلزایمر گرفتیم و دچار فراموشی میشیم. این ماجرای اعدام مخفیانه یک سردار سپاه به نام عیسی شریفی، جعبه سپاه به اصطلاح جعبه سیاه شهرداری و رازهایی که میدونسته از اونها رو، اگر دوست دارید یا چیزی در موردش میدونید در قسمت کامنت در فیسبوک، چه در صفحه مردم تیوی چه در صفحه شخصی خود من، اینها رو قرار بدهید. ممنون و متشکرم. به دوستانی که قبلا اینجا بودن گفتم دیگه از امروز تصمیم گرفتیم که ما اون سلام و علیک و اینها رو انجام ندیم در فیسبوک، ولی خب چون بعضیا نبودن حالا اومدن، سلام به شما خانم صدقی عزیز و امیدوارم که روز خوب، میدونید چهارشنبه ها در ایران روز خوشبختی بود و دیروز یا پریروز بود رفتم یه جایی چاینیز فود خوردم، خوراک چینی، و دیدم که داخل اون به اصطلاح شکلات و اینا که نه چی میدن، یه بیسکویت رو بهتون میدن بهش میگن فورچون کوکی که بازش میکنی یه نوشته هست. الان خیلی وقت اینا شماره هایی رو مینویسن تو لاتاری و باور دارن اگه شما اون شماره ها رو اعلام کنید برنده هم میشید. و جالب اینه که هفته پیش گویا یه نفر نزدیک به 100 و چند میلیون دلار برنده شده بوده و همین کار رو انجام داده بوده. وقتی مثل من نهار یا شامش رو خورده اون فورچون کوکی رو باز کرده، شماره فورچون کوکی رو رفته یک بلیت بخت آزمایی یا لاتاری خریده و میلیون ها دلار برنده شده. دوستان با خودتون فکر کنید اگه امروز میلیون ها دلار برنده بشید چه کار میکنید؟ اولا بدونید که فوری
میان ازتون تکسشو میگیرن. بعدم اینا که میگن 100 میلیون دلار، 100 میلیون دلار مثلا در 30 سال میخوان به شما بدن، و اگه شما گفتی من همه رو الان میخوام، میگن میشه مثلا 60 میلیون دلار. تا گفتی 60 میلیون رو بده، میگه 30 میلیونش هم میره برای مالیات، میگن خب بفرما 30 میلیون. حالا ما با شما چونه نمیزنیم، فکر کنید شما امروز 30 میلیون دلار برنده شدید، واقعا به زحمتتون، به فکرتون اضافه میشه یا به کارهای خیرتون اضافه میشه؟ امروز یک ویدیوی از یک خانم، دختر خانم افغانی میدیدم که در جوانی در 3 سالگی آمده بوده به مشهد ایران، پناهنده اونجا بوده، ولی الان یکی از موفق ترین دیزاینرها یا طراحان لباس و اینها هست و یک دختر و یک پسر داره، لیو و بلا. به اسم اینها لیو بلا آمده یک مؤسسه ای درست کرده و این مؤسسه میخواد به اصطلاح پرورشگاه درست کنه، یتیم خونه درست کنه و بچه های بی سرپرست رو از هر جای دنیا بیاره و اونجا بهشون یاد بده که شما مهم نیست که اسرائیلی هستین، افغانی هستید، ایرانی هستید، از کشورهای مرکزی آمریکا هستین، از کشورهای جنوبی آمریکا هستید، اینجا که هستید با هر دین و باوری که هست داشته باشید میتونید آزادانه زندگی کنید، آزادانه بزرگ بشید، آزادانه تحصیل کنید. اگه خواستید در این رابطه بیشتر میتونید روی گوگل تحقیق کنید و ببینید. ولی برگردیم باز به اون سوالی که اگر شما امروز 30 میلیون دلار نقد بیاد دستتون چه کار میکنید؟ آیا اول مثل من حساب میکنید که آقا بنده 60 سالمه، مگه چند سال دیگه زنده هستم؟ سالی اینقدرم که بتونم خرج کنم، اینقدر بیشتر لازم ندارم، پس برم یه جایی یه مدرسهی بسازم، برم یه جایی یک کلینیک بسازم، برم یه جایی گفت که تاروم تا کنم درد کسی درمانی. این سال 2000 من نوشتم، گفتم که چون رسد سال به سال 2000، باز آیم به خود بازنشسته از کار، روم آنجا که الان یادم رفت، خلاصه یا شوم تن به تن بی جانی. بله، خب این از ماجرای برنده شدن و اینها. و شما به دوستانی که جدید میان در قسمت خصوصی براشون بنویسین، اونی که اینجا زودتر بوده بنویسید که سوربی دیگه روی فیسبوک نه علامت خوش آمدید میزنه، نه علامت دوستی و محبت و قلب میزنه، نه جواب مینویسه، چون میخواد این برنامه ها کوتاه، مفید، مختصر، متنوع باشه. یادتونه میگفتن واریته؟ واریته این همین کلمه تنوعه، variety، برای variety، برای variety بهتره. بله، چون میدونید هر جای آمریکا و انگلیس این کلمه ها رو یه جور به خصوص تلفظ میکنن و هر کدوم از ما اونی که میگیم بستگی به جایی داره که این کلمه رو یاد گرفتیم، بستگی داره ما چی شنیدیم، بستگی داره تازه وقتی ما میشنویم همونو میتونیم بگیم یا نگیم. دوستان عزیز، ساعت 2:22 هست، 2:22 و من 8 دقیقه دیگه با شما هستم. و اما پیشبینی این آقای صادق زیبا کلام درباره برجام که گفته بود ترامپ با احترام به این برخورد میکنه، حالا درسته داره هارت و پورت میکنه، ولی این بیزینسمنه، میدونه که این به نفع ایرانه. و دیدیم که ترامپ احمقانه به اصطلاح یک طرفه این، و خیلی جالبه، چند روز پیش میگفت که اینا دارن بمب درست میکنن. خب آقا تو که قرارداد باهاش نداری. دوستان فکر کنید من آمدم میخوام یه اتاقی، یه مغازه‌ای از توی شاپینگ سنتر شما کرایه کنم، میام با شما قرارداد میبندم، بعد میگم که من سمای 300 دلار به شما میدم، بعد میرم 2 روز دیگه میام این کاغذ رو پاره میکنم، بعد شما این مغازه رو میدی به یکی دیگه اجاره، من میام جلو در مغازه وای میسم میگم آقا چرا دادی اجاره؟ خب مرد ناحسابی، تو که قرارداد پاره کردی، تو که زدی زیر قرارداد، اشکال از تو بوده. این همه جور حق داره هر کاری دلش میخواد انجام بده. الان طرف اونها، طرف آخوندا، اون کشورایی هن که موندن توی برجام، و اونایی که توی برجام موندن من و شما که خبر نداریم، باید بریم بخونیم ببینیم چجوریه. همیشه باید این 5+1 موجود باشه، یا اگر یک کیش رفت مثل این میمونه که شما یک استخری دارین و
حالا یا شیش زلعیه یا چهار زلعیه یا بیزیه، یه زلعش پاره شده، سوراخ شده، رفته. این برجام الان یک زلعش رفته دیگه، این آب رو شما نمیتونید، این قول قرارها رو شما نمیتونید در این به اصطلاح ظرفی که یک طرفش سوراخ هست نگه دارید. و اما اگه میخواییم بخندید، نامه آقای احمدی نژاد به ترامپ، دوباره به ترامپ نصیحت کرده که آقا وضع آمریکا رو درست کن. من اگه جای ترامپ بودم میگفتم آقا شما که وضع ایران رو درست کردی، بلند شو بیا اینجا وضع آمریکا رو هم درست کن، سعی کن به آمریکاییام یارانه بدی. یادتونه وقتی جورج بوش انتخاب شد، چون میدونست خیلی ها باش مخالفن و بعد از اون ماجرایی بود که شکایت به دادگاه و آقای الگور کوتاه آمد و الا همون موقع هم همین اشکالی که الان داریم، دو دستگی، تقریبا جنگ داخلی شروع میشد، ولی الگور با درایتی که داشت گفت آقا خب اینا تقلب کردن، اینا اینجوری کردن، بذار برن، من مملکت رو، صلاح مملکت رو یا صلاح نظام دموکراسی آمریکا رو به اصطلاح به خاطر اینکه خودم رئیس جمهور نشدم از بین نمیبرم. و آقای جورج بوش وقتی آمد نفری 800 دلار به همه داد، مثلا ما که خانواده 4 نفری بودیم 4 تا 800 دلار 3200. خب 800 دلار پول نقد دوستان خیلی زیاده تو آمریکا و خیلی همه خوشحال شدن، گفتن خب حالا این آمد الکی و زور زورکی و اینها و اب نداره دیگه، حالا 800 دلار بهمون داده. یعنی هر چیزی یک بهایی داره و آمریکاییان با اون 800 دلار دهنشون بسته شده بود. و اما خامنه ای گفته که آمریکا از جنگ با ایران میترسه. دوستان همه میگن ایران تو این شرایطی که قرار گرفته جنگ، گفته بود خمینی جنگ نعمت است، واقعا جنگ الان برای آخوندها نعمت است. و اگر ترامپ و اطرافیانش درایت داشته باشند به اصطلاح بتونن، باید جنگ نکنن، باید همون چیزی رو که آقای سهراب چمنارا گفته بود، با فقط با تحریم‌های هوشمندانه افراد بالای نظام را هدف بگیرن و اونا رو فلج کنن و اتفاقا یه سری چیزای مجانی و اینا بدن به مردم ایران، مردم ایران رو به طرف خودشون بکشن. میگه رادیو اسرائیل گفت و نوشت که علی خامنه‌ای در سخنان امروز خود روز چهارشنبه به تحریک نظامی علیه ایالات متحده روی آورد و ادعا کرد که چون آمریکا از قدرت نظامی کوبنده رژیم ایران هراسناک است، می‌خواهد از طریق انجام گفتگوهای سیاسی موجب تضعیف رژیم ایران گردد. می‌دونید که دو سه روز گذشته بین روحانی و روحانی معمولاً اینجوری حرف نمی‌زد، روحانی هم الان داره مثل ترامپ به اصطلاح عربده میکشه و صحبت میکنه و اینا، و دیروز حتی گفت که به نظر میرسه که اینایی که در کاخ سفید هستن و در رأس حکومت قرار گرفتن مغز سالمی ندارن و به اینا خیلی برخورده. از اون بارم ترامپ گفت که اینا فکر میکنن ما وقتی رحم میکنیم، رحم و مشفقت چیه؟ رحم و شفقت ما رو اینا به عنوان ترسیدن. دوستان اونایی که میگن ببین چقدر ترامپ دلسوز بود، دل رحم بود، ترامپ اولا فهمید گویا حق داشته ایران، و براتون میارم اون مقاله رو نشون میدم که نشون میده قانونن ایران حق داشته در اون جایی که این پهباد یا این هواپیمای بی به اصطلاح سرنشین جاسوسی پرواز میکرده بزنن. و دیدید که حتی ترامپ تشکر کرد که خیلی ممنون که شما هواپیمایی که سرنشین داشت نزدید. درباره کشتی ها هم امارات حتی گفته برای مسئول دانستن یک کشور در حمله فجیره یا فجیره شواهد محکم میخواییم. یعنی چی؟ یعنی شواهدی که تا امروز ارائه کردی آقای آمریکا به درد مجاهدین میخوره، به درد پامپو میخوره، به درد اسرائیل میخوره، به درد بولتون میخوره و به درد جامعه
بی سر به اصطلاح این خانم چیز برای من نوشته بچهای بی سرپرست و سرپرستی میکنن، منم دارم دنبال اون مقاله میگردم، یه دفعه کلمه سرپرستی البته خندم گرفت چون این خانم قبلا گفته بود من جز مفتخورا هستم و تعجب میکنم که حالا میگن سه تا بچه رو سرپرستی میکنن. خب ما را به عنوان یک بچه یتیم سرپرستی کنید تلویزیون مردم رو. اینجا براتون میارم این مقاله رو که Global Research به انگلیسی هم هست، حالا این مال کی هست و کجا هست اونو من نمیدونم چون اینا هم صفحات مختلف دارن، نوشته های مختلف دارن، و اما اینجاست به شما نشون خواهم داد. کامرای 2-3 اینجا. البته من شخصا نظرم اینه که اگر کسی یک کار خوبی انجام میده، حتی داریم توی فارسی میگن شما وقتی کمک میکنید اگه با دست راست کمک میکنید دست چپ نباید خراب خبردار بشه. دوستانی که انگلیسیتون از من بهتره، اینجا ببینید June 23rd یعنی سه روز پیش Global Research گفته ایران had the legal right to shoot down US spy drone. میگه ایران قانونن حق داشته که هواپیمای بی سرنشین آمریکایی رو که جاسوسی میکرده شوت کنه بندازه پایین، بهش تیراندازی کنه بندازه پایین. کی شما این حق رو داری؟ موقعی که اون هواپیما در فضای به اصطلاح قانونی مملکت شما باشه. اینم از این. و همچنین آقای ترامپ دلش نسوخته، ترامپی که این مکزیکیای بیچاره دیدید دیگه دیروز پریروز عکس‌ها پخش شده بود که اون بابا و بچه 2 سالش چجوری توی آب خفه شدن، از یه رودخونه خواستن بیانیم و میبینید و میشنوید که بیش از 200 نفر تا حالا کشته شدن، چندین هزار نفر هست، آمارشون نمیدن، نمیذارن خبرنگارا هم بره. من چون به شما هم قول دادم که به اصطلاح کمتر و مختصرتر این برنامه باشه، همینجا از شما خداحافظی میکنم، ولی سعی میکنم در عوض به جای 2 روزی یک بار شاید هر روز بیام. و عادت میکنید، قبول میکنید و هیچ مهم نیست. حالا اگر شد اون تصویر خودم و ویدیو اینها رو به اصطلاح بهش اضافه میکنم. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم رو حمایت کنید، تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، با هر افکار و نمیدونم روش و دین و آیین و مذهب و حزبی که دارید یا خواهید داشت. مرسی که با ما بودید، به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. روز روزگار بر شما خوش.